نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا موسوم به فارک خبر از تعلیق مذاکرات خود با دولت این کشور دادند. آنها این تصمیم را پس از اعلام رئیس جمهور کلمبیا مبنی بر به همه پرسی گذاشتن هر گونه توافق احتمالی گرفتند. آنها همچنین گفتند که در حال بررسی این پیشنهاد هستند. خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کلمبیا ضمن مشروع خواندن درخواست آنها برای بررسی پیشنهاد برگزاری همه پرسی گفت درخواست آنها مشروع و معتبر است، ولی صبر و تحمل مردم کلمبیا هم حد و اندازه ای دارد. این اولین بار است که این مذاکرات که از 10 ماه پیش از سر گرفته شده به حالت تعلیق در می آید. جنگ شبه نظامیان فارک با دولت مرکزی کلمبیا در 50 سال گذشته بیش از 200,000 کشته بر جا گذاشته است. کلمبیا در سال آینده میلادی شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی خواهد بود.